سپاسگزارم از لطف شما، اما در این لحظه که 5:55 بامداد هست میرسیم به بخش اول برنامه که بخش موسیقایی هست. امشب هم راجع به یکی از هنرمندان جوان عرصه موسیقی گفتگو خواهیم کرد و راجع به دکتر نیما فریدونی، آهنگساز و نوازنده تار و ستار. در گفتگومون امشب هم مثل هر دوشنبه شب با دکتر علیرضا امینی عزیز، آهنگساز، پژوهشگر و کارشناس موسیقی حرف میزنیم و از ایشون بیشتر میشنویم. درود بر دکتر علیرضا امینی عزیزم. سلام و ارادت جناب استاد حیدری، شبتون بخیر، شب همه همراهان در استودیو راه شب و شب همه ایرانی ها شنونده رادیو ایران که شنونده برنامه شما هستند هم بخیر و در خدمتتون هستم. درود بر شما. آقا خواب که نبودین؟ نه مصده شده باشی؟ نه قربان، ما میدونیم که به هر صورت ما کوچولو تازه رسیده داریم که بله نمیذاره یادم نبود راستی. بله قربان، ان شاء الله قدمش خیر باشه براتون. قربون شما، لطف دارین. سلام، عاقبتش هم به خیر باشه. ارادت دارم، سپاسگزارم از دعای خیرتون. قربون شما. خب آقای امینی عزیزم، ما امشب قرار هستش که راجع به دکتر نیما فریدونی از شما بشنویم، این جوان هنرمند. عرض کنم خدمت شما که جناب استاد حیدری، من خب این آیتمی که همیشه با جام و شعرش صحبت میکنیم و خب قرار هست که چهره های رو معرفی بکنیم. بله. هر زمان میخوام فردی رو انتخاب بکنم و با سعید جان راجبش صحبت بکنیم، یاد برنامه های اندلیب میافتم. ما خودمون با هم یه سری برنامه داشتیم. بله. که اومدیم مثلا در رابطه با چهره های نامدار موسیقی، تحصیل کرده های موسیقی ما. بله. صحبت کردیم. خب دیدیم هر کدوم یه زندگی خاصی رو با موسیقی پشت سر گذاشتن و بعد اسمشون هم تو تاریخ مونده. من دیروز که میخواستم نفری رو برای برنامه امشب انتخاب بکنم، یادم به نیما جان افتاد. نیما خب باور نمیکنین از این یه فکر میکنم 20 و چند ساله ما از قلقش سالهای 77-78 همیشه پرکارترین و فعالترین موزیسین و نوازنده نیما فریدونی عزیز بود که خب تحصیلات خودش رو در رشته موسیقی هم انجام داده، چه در دانشگاه تهران که موسیقی خونده و بعدم در کنسرواتوار چایکوفسکی که مقطع پی‌اچ‌دی و دکترا موسیقی رو دنبال کرده و بعدم یک فعال خوب در زمینه نوازندگی، آهنگسازی، پژوهش. مثلا این خیلی راحت به شما بگم که مثلا دانشجوها در مقطع کارشناسی خب هر کدوم یه پایان نامه انتخاب میکنن. بله. و حالا رشته موسیقی به خاطر اینکه سختی خاص خودشو داره، معمولا هر کسی سراغ پایان نامه های سخت نمیره، ولی پایان نامه نیما فریدونی عزیز آوانویسی یا نوت‌نویسی ردیف آوازی عبدالله خان دوامی و اجرای اون با تار و ستاره. خب ببین یه سیانجیلی عجیب بزرگیه که وقت زیادی رو گرفته و به همین دلیلم ما میبینیم که امروز اگر صحبت از نوازندگی یا حضور در عرصه آموزش میشه، میبینیم نیما فریدونی عزیز مثل خیلی از چهرهای نامدار دیگه کاملا میدرخشه، چون هم نوازندگیشو کرده هم تحصیلاتش رو. و نکته جالب اینه که میتونم بگم به جرأت میتونم بگم مثل نیما شاید به تعداد انگشتان یک دست هم پیدا نشه که الان بعد از فارغ التحصیلیش از رشته موسیقی که مثلا تا مقاطع عالی خودش حدود سالهای 87-88 یعنی قبل از سال 90 که دکتراش تمام شد، خب خیلی های دیگه زمانی که از دانشگاه میان بیرون که دیگه نمیرن دنبال مثلا تمرین و اینجور چیزها. درست. الان تو این سالها هنوز که هنوزه هر روز صبح قبل از ساعت 9 یعنی 7-9 نیمای عزیز داره تمرین شخصی میکنه و ساز میزنه. آفرین. یعنی یه اتفاق ساده نیست و به خدا شاید خیلی از شنوندگان ما خودشون دست ساز بشن متوجه میشن که چه همتی میخواد که شما هر روز اینه. هر زمان ما میریم دفتر نیما جان میبینم که از یکی از اتاق صدای ساز میاد، قطعا نیما داره ساز میزنه و این اتفاق جالبه. یه شوخی بین بچه های موسیقی بود در دانشگاه تهران که همه میگفتن هر وقت از این پشت بوتهای شمشاد صدای تار میاد نیماست، این اون گوشه نشسته و داره ساز می‌زنه. حالا
اگر موافق باشیم یه قطعه تکنوازی کارش بشنویم، حتما برگردیم بحث رو پی بگیریم. حتما با هم بشنویم. خواهش. بله بسیار عالی. توضیح دارید آقای دکتر امینی؟ خواهش میکنم. ببینید جناب استاد دارید، در گذشته هنرجویی که میرفت کلاس ساز، حالا با تمرکز بر ساز تار یا ستار داریم صحبت میکنیم، بله، مثل الان که نبود که مثلا فرض کنید شما میرید داخل کتاب فروشی آلات موسیقی یا کتاب های موسیقی میبینید مثلا 50 عنوان کتاب آموزشی وجود داره. درسته. قدیم که اینجوری نبود. قدیم یه استاد به هنرجوی خودش در جلسه اول ریز و تک و اشاره رو یاد میداد، از راست و چپ و ریز زدن و اشاره زدن، و از جلسه دوم یا سوم هم درآمد اول شور رو درس میگرفت، کنه رو شروع میکرد نوازندگی کردن. یعنی به خاطر میرم نوازنده ها هر کدوم لحن شخصی خودشون رو پیدا میکردن. الان شما مثلا یه هنرجوی میبینین که مثلا 5 سال داری میره کلاس، بعد میگه خب یه سازی بزن، میگه برم کتابمو بیارم، یا مثلا یه قطعه از کتاب میزنه که هیچ حسی هم نداره، چون نوازنده ها بیشتر درگیر اون پنج کاری ها و اضافه کاری های نوازندگی میشن. بله. و اون اصل نوازندگی که همون سه اسلوب تک و ریز و اشاره رو از ابتدا آموزش نمیگیرن و برن سراغ اصل روایت. الان شما قطعه ای رو شنیدین که اصلا نیمان عزیز این رو برای کتاب های آموزشی زده و سعید جان و بشیری انتخاب که چند قطعه دنبال هم شنیدیم ما. بله مشخص بود. بله. کاملا شسته رفته و تمیز و اصل روایته، نه این که یه نوازنده حالا ما قطعات بعدی رو میشنیم میبینیم که کاملا پنج کاری ها و شیرین کاری ها رو همه چی رو مثل همه نوازنده ها داره، ولی اگه قرار روایتی رو بزنه یا بحث آموزش مطرح باشه، بله، تمیز و شسته رفته میتونه بزنه. یعنی یه نوازنده داره چند کاراکتر باید باشه، یه کاراکتر کلاسیک و آموزشی، یه کاراکتر اجرایی و صحنه‌ای.
که همه رو با هم دیگه داشته باشه. برای همین هم شما میرید پیش یک مدرسی ساز میزنید، میبینید که چیزی ازش نمیگیرید، این عنصر انتقال وجود نداره، چون از ابتدا اصول رو به شما درس نمیده، همون چیزی رو برای شما میزنه که رو صحنه هم قراره بزنه. صحیح. یعنی هنرجو استخونبندی فالشو یاد نمیگیره. بعد مدرسینی مثل نیما فریدونی عزیز که حالا هم خودشون تحصیلات آکادمیک دارن، خب رشته موسیقی با توجه به جایگاهی که یک هنرمند در جامعه پیدا میکنه، هم از نوازنده، مدرس، حالا آموزشگاهی میزنه، مؤسسه میزنه، استدیوی میزنه، داره کار میکنه، بعد خودی که بسنده میکنه نمیره دنبال تحصیلات عالیه، ولی میبینیم فردی مثل نیما فریدونی تا مقطع دکترای ادامه میده، ولی در این حال هم کارهای خودشو کاملا اصولی و درست انجام میده. من قدم چند قطعه ای رو، خب ما این مجموعه موسیقاییمون، یعنی من تقریبا فکر کنم 15 سال از اولین اثری که با نیما فریدونی عزیز و ایمان ملکی عزیز ضبط کردیم، دو تا همکاری که با هم در مؤسسه آوای هم نواز هستن، میگذره و کاملا فعال دارن کار میکنن. بخاطر این هر کاری رو من مثلا در اختیار ایمان جان عزیز میذارم. فکر کنم در یه برنامه رایشه بیام راجع به ایمان ملکی عزیز صحبت کردیم، حالا بازم صحبت کنم چون خیلی گسترده اثر داره. وقتی مثلا قطعه ای رو قرار میشه حس و حال یه سازی توش تعریف بشه، انقدر قطعه خوب نوشته میشه که نیما فریدونی هم انقدر خوب میزنه اثر رو که واقعا شنیدنی میشه. و اینجاست که ما میفهمیم که یک نوازنده ساز تار باید چند کاراکتر و چند شخصیت در سازش داشته باشه. یه قطعه ای رو ما ضبط کردیم با صدای دوست خوب من و شما حسام صحرایی عزیز، آرزوی شیرین، از آثار قدیمی موسیقی محلی بود که بعد این کار رو هم داروش رفیعی هم کرسنگ زده خوندن، استاد مجید وفادار نوت کرده بود این کار رو برای دوستان، تنظیم کرده بود و یه ملودی قدیمی شیرازیه در اصل. این کار رو ما تنظیم کردیم، خود ایمان جان ملکی زحمت کشید تنظیم کرد و تارش رو نیما فریدونی عزیز زده و حسام صحرایی هم خونده، موافق هستین بشنوید؟ بله چرا نه. عرض کنم که خب همونطور که میدونید و شنوندگان عزیزمون هم میدونن، امروز در واقع روز خاکسپاری یکی از اسطوره های نینوازی ایران بود، یعنی استاد حسن ناهید، و یادشون رو گرامی میداریم و احتمالاً اتفاقا در مجلسی که برای بزرگداشت ایشون گذاشته شده بود امشب، حسام صحرایی که از هم نفسان استاد ناهید بودن حال قشنگی به این مجلس دادن و واقعا برازنده استاد حسن ناهید بود این محفل با صدای گرم. آره حسام عزیز، به هر حال با هم بشنویم برگردیم. شیرین گمراه سرگردان
شدم من به کوی شیرین، شیرین من هرگز مبین، ظاهر خموشم، ظاهر خموشم و در نهان همچو می به جوشم. یک شب بیا ای ماه من، سر به نه به دوشم، برخان با تا افسانه عاشقی به گوشم، برخان با تا افسانه عاشقی به گوشم. بله، اینم ترانه‌ای که فرمودید با صدای حسام صحرایی. ببینید جناب استاد علی، یه نکته‌ای که اینجا وجود داره، اولا من یادم رفت بگم که شعر این اثر از استاد کریم فکور هست و بله، اثر زیبایی. نکته‌ای که الان ما شنیدیم، یک نوازنده تاریک اونجوری با اون اسلوب و قاعده و کلاسیک ساز می‌زد، حالا اینجوری با این حال میاد یعنی یه قطعه‌ای ساز می‌زنه. خب البته تنظیم قطعه و نوع نگارش قطعه هم خیلی مهمه دیگه، یعنی باید یا آهنگساز مثل ایمان ملکی بلد باشه که چه جوری قطعه رو برای تار و ارکستر بنویسه، صدای تار بیاد رو و شنیده بشه. بله، درک محضر بسیاری از اساتید موسیقی برای هر هنرمند موسیقی واجبه. ببینید زمانی که مثلا نیمای فریدونی میاد ردیف رو در محضر بزرگانی همچون استاد مجید کیانی، استاد داروش طلایی، استاد حسین علیزاده و دیگران کار میکنه، دروس مختلف هارمونی و آهنگسازی این کار رو کار میکنه، این اضافه میشه بر هنر نوازندگی خودش. برای این اینکه جالب بهتون بگم که نیما هنر خوشنویسی هم داره. بله، بله، در اون شاخه هم فعال، دستی به قلم هم داره و خب خیلی جالبه، ولی تمام فعالیتش رو متمرکز روی موسیقی گذاشته و داره دائما تألیف میکنه، نوت نویسی میکنه، آموزش میده و یکی از پرکارترین مدرسین تار و ستاره و این یه حسنیه که همون بیت معروف هیچ کس از پیش خود چیزی نشد، هیچ آهن خنجر تیزی نشد، استاد دیده است و این نکته خیلی مهمه. دیدید بعضی از افراد مثلا سعی نمی کنن برن سرچشمه رو پیدا کنن و برن اساتید رو ببینن، بعد انتظار دارن بعد از چند سالی هم یه اتفاق بزرگ براشون بیفته. تا زمانی که اساتید محترم شما نام برید از مرحوم استاد حسن ناهید، واقعا چقدر این مرد نازنین از بزرگ خاندان موسیقی استاد فرامرز پایبر، یعنی از یادگارهای ارکستر فرامرز پایبر با اون اجراهای آنچنانی و آمار بالای ارکستر، باور نمی‌کنید شما قطعه‌ای که با استاد حسن ناهید ضبط می‌کردیم سر سوزن این می فالش نبود، یعنی انقدر دقیقشون ساز می‌زد. خب رسیدن به این جایگاه به هر صورت یه مرحله سلوک دیگه، یه مرحله ریاضت کشیدن و سختی کشیدنه که از همین مسیر ها باید رد شد. اگه یادتون باشه ما یه برنامه راجع به مشاغل موسیقی داشتیم با بله سعید جان توی برنامه اندلیب، میگفتیم که آینده یک جوان موسیقی خانواده که بچه‌شون خوان بفرستن موسیقی به کجا میرسه. خب الان نمونه‌هاشو داریم معرفی میکنیم دیگه. یک فردی مثل دکتر نیما فریدونی میاد تار میزنه، بعد تحصیلاتشو از لیسانس و فوق لیسانس و دکترا در رشته موسیقی انجام میده، الانم موفق، آموزشگاهشو داره، مؤسسشو داره، شاگرداشو داره، تولیدشو داره، تألیفشو داره. خب این یه شغل خیلی خوبه، در این حال هم داره به زبان عامیانه با شغلش حال میکنه، زندگی میکنه، اطرافیانش هم لذت میبرن از این رشته. و خب من فکر میکنم که این بخش از برنامه راه شب که من داشتم با افتخار دارم خدمت شما هستم و تایی جانم و بخشید این برنامه رو تاییه میکنه، معرفی این چهره ها که هم فعالیت هنری
بالایی دارن، هم فعالیت آکادمیک بالایی دارن، هم تونستن یک چهره اجتماعی موفق برای این دوره تبدیل بشن، میتونه در ادامه همون مباحث مشاغل موسیقی هم برای خانواده ها خوب باشه حتما. که بدونن آقا خب ما اگه بچه‌مون مسیر درست بره به کجا میرسه. بله همینطوره. بله حالا من اگر که خواهش کنم یه قصه دیگه اگر بتونیم وقت داشته باشیم بشنویم در حسن ختام من معرفی بکنم، به نظرتون میرسیم یه قصه دیگه بشنویم؟ بله بله چرا خب. نه ببینید تعریف تار در ارکستر، حالا ما گفتیم که شخصیت رو معرفی میکنیم، ساز رو هم راجبش صحبت کنیم، تار یه ساز مادری در موسیقی ایرانی، من همیشه میگم غیرت موسیقی ایرانی به تار، عشق موسیقی ایرانی به ستاره، یعنی این دو تا سازهای خیلی خاصن تو موسیقی ایرانی. مثلا ایمان جان من یه آهنگ ساخته به اسم خواب زمستانی با شعر استاد هوشنگ ابتهاج و صدای جناب فکر میکنم محمود صفی زاده هست، فکر میکنم خواننده این کار، شعر آهنگ بسیار خوب و استخونداریه و تار ببینید چه نقشی توش بازی کرده، یعنی مثل آرزوی شیرین که تمام خط ملودی به تار دنبال میکنه، میبینیم که در این آهنگ مقابل زمستانی تار یه نقش مدرن تایی رو داره نشون میده در تنظیم ارکستر. حالا با آرزوی این که همه دوستان هنرمند ما هر روز به درخشن و با آنچه که لیاقت شدن و خواهان دلشون هست برسن، اگر موافق هستین اثر رو از ایمان ملکی و تار نیما فریدونی بشنویم. بله خواننده شو معرفی نکردید، خواهش میکنم خواننده شو. خواننده آقای محمود صفی‌زاده هست. صفی‌زاده بله درسته. قربون شما، خیلی لطف کردید آقای دکتر علیرضا امینی، آهنگساز پژوهشگر و کارشناس موسیقی، که لطف فرمودید و امشب هم با ما به گفتگو نشستید. افتخار بنده بود. قربون شما. بدرود.
چه غم دارد ز خاموشی، درون شال پروردم چه غم دارد ز خاموشی، درون شال پروردم چه صد خورشید آتش مرده خاک سر سرم. Yeah.